خب بچه ها من برگشتم برای اینکه یه اتفاق خیلی خوشگلی افتاد و من خیلی خدایا ببخشید ببخشید، یه اتفاق خیلی قشنگی افتاد و من الان خیلی خوشحال شدم و خیلی ذوق زده شدم و چون خیلی ذوق زده شدم دلم نیامد که باهاتون به اشتراک نذارم. الان دوستای خیلی خوبم ساسان و مسعود همین الان تو خیابونن و اون تعداد کفشی که قول داده بودم رو اینو خیلی سریعا یعنی تون تون میخوام بگم برم. الان بچه ها لطف کردن هدیه دادن و من از تمامی اون پاکبان ها تشکر میکنم که من لایق دونستن، من و دوستام رو لایق دونستن که این هدیه ناقابل ما رو بپذیرن. بر همین میخوام الان ساسان و مسعود رو بیارم بالا که ببینیم چیکار کردن. مسعود کازیم، مسعود بودو بیا، کجایی؟ کی تا حالا دوبار پای سر هم لایو رفته آخه؟ خدای بزرگ. خیلی ذوق دارم، انقدر ذوق دارم، انقدر خوشحال شدم که اصلا نمیدونی. بریزین دور دلیلش چی بوده، برای چی بوده، اینا رو بذارین کنار. الان یه لحظه خیلی خوبی رو میخوایم با هم دیگه بشه. مسعود سلام، شب بخیر. شبت بخیر، خسته نباشی. اون کی بود؟ دست ساسان بود؟ الان فقط من اینو نشون بدم که الان ساسان داره به این بند خدا یه جفت کفش میده. ما الان یک ساعت و خورده یکی تو خیابیم، دونه دونه پارکبان ها رو خودمون پیدا میکنیم، کفش ها رو بهشون تقدیم میکنیم. کاش میشد که برای حفظ حرمت این آدم ها ما تصمیم نداریم صورت هاشون رو نشون بدیم، ولی من میگم که اون لحظه ای که این رو میگیرن به حدی غافلگیر میشن و به حدی خوشحال میشن که اصلا لحظه های بی نظیر رو خود ما داریم تجربه میکنیم. و ازت ممنونم که باعث این شدی که ما این لحظه ها رو تجربه کنیم. بسیار لذت بخشه. میگم همین الان صورتشونشون نمیگم. آره صورتشون ساسم نرسی. نه درود به همگی که من لایو رو میبینم. من البته صورت این دوستامون نشون نمیدم. نه صورتشون رو نشون نده. سلام به همه. این هم در واقع یکی هست، من نمیدم میبینم الان. آره فقط ازشون ساسان یه چیزی رو بگو. ساسان مسعود جفتتون، من سری قبل سر ماجرای اون هدایایی که مال بلوچستان بود به پرستار داده بودم، حراست گفته بود که مهناز افشار ضد انقلاب برای چی فرستاده. خب من الان خیلی خوشحالم که اون پاکبانا اصلا براشون مهم نیست که من کیم، اصلا چه بهتر که اصلا ندونن من کیم. و دم شما دوتا گرم که امشب منو خیلی خوشحال کردید. من یه چیزی بگم، حالا چون توی ایران هستش و خیلی از این دوستان در واقع بحثا در مورد همسایگان شریف ما افغانها بعضی موقع بحثای ناجوبی میشه، ناراحت میشن. بخش عمده من چون خودم شبا حالا مهناز میدونم ما یه تیمی داریم غذا پخش میکنم، خیلی موقع شبا غذا پخش میکنم، من میدونستم بیشتر گفتگرها و کسانی که زحمت میکشن شهر رو تمیز میکنن افغان هستن و بخش عمده ایشون هم واقعا نه تو رو میشناسن نه ما رو میشناسن. و خوشحالم که این اتفاق افتاد. نه میدونم مهناز افشار کیه، نه اصلا برشون مهم نیست. ما اصلا نمیگیم که آقا این از کجا آمد. خیلی کار خوب میکنی. که داره زحمت میکشن جلو من یه بچه هست شاید بیان 15-16 سالشه و الان ساسان میخواد بره بهشون کفش بده. من فقط من ازتون فعلا خدافظی میکنم. مرسی ساسان، دمت گرم، دمت گرم. مسعود یه نفر الان پاکبان عزیز دیگه است، فکر میکنم 17-18 سالشه. ساسان پیاده شد که ما شماره پاهاشون رو میپرسیم چون 4 سایز کفش گرفتیم، هم کفش هم کتونی میذاریم خودشون انتخاب کنن کفش میخوان یا کتونی. 4 سایز گرفتیم و بهشون میدیم. میگم اصلا که بهشون نمیگیم از کجا اومده، ولی جرأت میگم بیشترشون اصلا این فرصت رو فکر نمیکنم کرده باشن که حتی یه بار سینما رفته باشن یا خیلی بازیگرها رو بشناسن. اتفاق خوبیه، من کاری ندارم تو نیتت چی بوده، تو دلت چیه، هر کسی خودش میدونه، ولی برای من اتفاق جالبی افتاد. 41 داریم.
41 داریم. بگردی 41 داریم. اگه بگم ازتون متنفرم ناراحت میشین که چرا من الان تو اون ماشین نیستم. دل به چرا من الان تو اون لحظه نیستم. مسعود دمت گرم. خب تموم شه و همه رو بدیم تموم شد و هم کارتو انجام شده باشه، هم صد تا آدمو خوشحال کنیم. من خودم خیلی پیام شدم از شهرستان، سمنان، مشهد که بفرست. آدرس گرفتم یه چند تایی نگه داشتم که پست کنم براشون، عکس فرستادن که پاکبانن و حالا این اتفاق خوب داره میفته دیگه. ممنونم ازت. ازت خیلی ممنونم. ازت خیلی ممنونم مسعود. از تو ساسان بهش میگه یه ذره راه برو ببینم. ساسانم دیدی سختگیر. دعوا نکن. قربونت برم. خیلی ازت ممنونم. مرسی ازت. قربونت. فعلا ما ببین به کارمون برسیم. دمتون گرم. شبت بخیر. قربونت بشم. مخاطبات بخیر. خدافظ. خب عزیزان ببخشید من دیگه ازتون خدافظی میکنم. فقط خواستم لحظه خیلی خوبی که دوتا دوست عزیز من لطف کردن و انجام دادن رو باهاتون به اشتراک بذارم. قربونتون، شبتون بخیر، خدافظ.